دانشمندان آلمانی موفق شدند موش‌های مبتلا به فلج را درمان کنند. با نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای چینل وان اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. بشیر احمد قاسانی می نویسد دانشمندان آلمانی موفق شدند موش‌های مبتلا به فلج را درمان کنند. این موش‌ها که دچار آسیب نخایی شده بودند پس از تزویج پروتئین مصنوعی و مغزشان اکنون می توانند راه بروند. آسیب نخا در پستانداران تا کنون جبران ناپذیر بود، اما این پروتئین های تزویج شده ارتباط میان مغز و نخای موش را دوباره برقرار کرده است. آسیب نخایی در انسان که بیشتر در حوادث رانندگی یا ورزش های سنگین روی می دهد باعث قطع ارتباط رشته های عصبی با مغز و در نتیجه فلج حرکت می شود. اکنون پژوهشگران در دانشگاه های در شهر بوخوم آلمان موفق شده اند با تزویج پروتئین مصنوعی رشته های عصبی موش های فلج شده را تحریک کنند تا دوباره سلول تولید کند. موش هایی که با این روش درمان شدند بعد از دو هفته توانستند دوباره راه بروند. دیگمار فیشر رئیس گروه پژوهشگران در دانشگاه رو گفت آنها اکنون قابلیت انجام این روش درمانی بر روی پستانداران را بزرگترین را بررسی می کند. با گفته آقای فیشر اگر این روش بر روی پستانداران مانند خوک، سگ یا میمون ها جواب داد آن وقت می توان بررسی کرد که آیا چنین درمانی بر روی انسان ها هم قابل انجام است یا نه. او گفت رسیدن به چنین مرحله قطعا زمان زیادی نیاز دارد. بی بی سی. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشین. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.